Oxfong, Wen Jiang, Dong Yan, Zhongdan Li, Betty Song. فلیکس چونگ، آلن مک. سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می کند. شمشیر زن گم شده. چنگ درست کار و وفادار چه سرنوشت ناگواری پیدا کرد. آیا کسی دیگر چون او خواهد بود؟ کلمه درست کار تشکیل شده از درست و کار. ژنرال گوانیو انسانی درست و کارش پایبندی به اصول بود، مهربان و بخشنده. مرگ اون غم انگیزه، اون ظاهر یک گرگ و قلب یه گوسفند داشت، ولی این دنیا به گرگ ها تعلق داره. دنیای گرگ هاست. 20 سال پیش دامنه تجاوزات هان گسترده شده بود. من کاوکاو فرماندهی گروه کوچکی رو به عهده داشتم. مبارزه می کردم تا آرامش و آسایش رو به مردم برگردم. اون وقت یوان شاو نیروی خودشو گردآوری کرد تا به ارتش ما خیانت کنه. فرماندهان یوان شاو با ارتش بزرگتر خود به شهر ما حمله کرد. ارتش کم تعداد ما همیشه با زیرکی و انعطاف پذیری مبارزه می کرد و پیروز می شد. ولی افسران ما که اون همه خونریزی رو می دیدن، روحیه خودشون از دست می دادن. در اون زمان وان یو چانگ تحت فرماندهی من بود، فردی با قابلیت های بسیار. هزاران نفر اونو تحسین می کردن. من به روشنی می دونستم با در خدمت داشتن چنین سلاحی
میتونم سرنوشت جنگ هامو رقم بذارم و با وجود اون شکست نمیخوردم. متاسفانه برگ برنده تو دست یوبی بود. با چنین وضعیتی من چگونه میتونستم موفق بشم؟ برادر گوانچان، بیایید یه چیزی بخوریم. در چنین وقتی خوردن قربان؟ حالا چطوره؟ میخوام تو یه کاری برام بکنی. موافقت میکنی برادر؟ من یه فرد دونپایه هم، مهم نیست چی بگم. ببین، میخوام بری یه نفر رو برام بکشی. اگه کشته بشه اون وقت جنگ تموم میشه؟ درست. کیو؟ عجله نیست، یا بخوریم بعد حرف میزنیم. عجله نیست، بذار بکشم بعد میخوریم. دروازه داره میشکنه، جلوشون رو بگیری. بله قربان. گایروی دشمنه، چطوری میتونه به ما کمک کنه؟ هرکی در اردوی من باشه از افراد من حساب باشه. اگه اون بره مثل این که یه ببرو برکنی توی چنگه. هره در یوان چنگ اردوگاه کاو 5000 نیرو داره، یه کسی میتونه چلو تو بگیره؟ من سی مرد زبده نیاز دارم، کی با من میاد؟ من گانیو هستم و در خدمت فرمانده هم. ما تا حالا مثل برادر کنار هم نجنگیدیم، ولی در جنگ امروز هر کس خطر رو نادیده بگیره و به کمک بیاد برای من مثل یه برادر فداکاره. هر کس منو بپذیره دوست دارم اونو برادرم بدونم. برادران من، لطفا احترام به منو بپذیرید. من جنگ لیاو دوست دارم بجنگم. کسی حاضره؟ برادران من، بکشی 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 بکشی. Thank you.
اینا مردان تو هن؟ مردان اونن. عالی جناب وارد می شوند. بفهمید. به گفتار عالی جناب گوش دهید. گوان یان چانگ به دریافت لقب مارک هانشو مفتخر می گردد. جنرال گوان لطفاً برای دریافت لقب احترام بگذار. گوان یان چانگ لیاقت نداره. من نمیتونم بدون داشتن لیاقت بپذیرم. برادر یان چانگ، تو فرد وفاداری هستی، پس لیاقت پذیرفتن رو داری. وقتی میبینم که علی جناب مورد ظلم قرار گرفته و ما رعایا نمیتونیم کاری بکنیم، چطور میتونید به این بگید وفاداری؟ پس احساس میکنی علی جناب مورد ظلم قرار گرفته؟ هیچ وقت در این قصر کسی شمشیر حمله میکرد، ولی امروز همه شمشیر حمل میکنن. آیا این بی احترامی به فرمان روانه ایست؟ آشوبی برپاست. همه باید شمشیر حمل کنن تا از عالی جناب محافظت کنن. تو چگونه این کارو بی احترامی میدونی؟ چگونه در حضور محترم ایشون شما کاما تعظیم نمیکنید؟ اگه دوست نداری نیازی نیست اینطور زانو بزنی. گوانیو جرأت نمیکنه. چه اهمیتی داره؟ دست بردار. خیلی خوب، حالا همتون به حال عادی بیستید. نیازی به تعظیم نیست. بیستید دیگه، بلند شید. بیستید. برادر، فرمان روا گفته. برادر یان چانگ، لطفاً برخیزید. برخیزید. جناب کن بلند شو، بلند شو. نیازی نیست به من بگی علی جناب. شما زندگی منو نجات دادید. حق شماست که علی جناب صداتون کنم. تو خودت جونتو نجات دادی، خودتو دست کم نگیر. علی جناب کن، شما یه قهرمان بزرگید. با نجات دادن جون من به من اجازه دادید دوباره متولد بشم. اینطور نیست که تو میگی. من و کاو کنار هم مبارزه کردیم. آری جناب گوان، بیا اینجا با هم یک گپی بزنیم. بیا. من باید برگردم سر کار. خب اوضاع چطوره علی جناب کار؟ اول کمی آب بنوش. علی جناب گوان،
این دشت یه سرزمین بایر و بی آب و علف بود. ما اومدیم اینجا، شخم زدیم، جو کاشتیم. از لویانگ تا ژوجانگ هزاران نفر کار میکنن. پس از 6 سال کار دیگه کسی از گرسنگی نمرد. حالا کاوکاو آدم خوبیه ها. خونه لیو داشت ویران میشد، ما بهشون کمک کردیم تعمیرش بکنن، ولی بازم کسایی هستن که میگن من خونشو ویران کردم. چقدر بی انصافیه، کسی نیست این بی عدالتی رو ببینه. چه کلام شاعرانه داری علی جناب کاو. چه کلام شاعرانه، حقیقت مثل روز روشنه. حقیقت اینه که کاو کاو کلام بانفوزی داره ازش استفاده میکنه. از کلام بانفوز استفاده میکنه. این حرفا رو شنیدم، یه مش مزخرفاته. این فرمان روا بود که از اسم من یعنی کاو کاو استفاده کرد تا نظم رو برقرار کنه. میدونم ادهی همیشه شایعات رو قبول دارن، حتی 2000 سال دیگه هم باز کسانی خواهند بود که چنین حرفایی رو قبول میکنن، ولی باز شایعات پوچی بیش نیست. فقط 2 طایفه اینها رو میپذیرن، ساده لوها و انسانهای بد. لیو بی انسان بده و تو ساده لوهی. اون ازت سوء استفاده میکنه. خوبه، ازت خوشم میاد برادر، جرأت میکنی اشتباهاتتو بپذیری. میتونی دوست داشته باشی و میتونی متنفر باشی. با من بمون و برای من کار کن. برای من. اگه 230 نفر افراد لیو رو نگه نداشته بودی، جرأت میکردی این حرف رو بزنی؟ عالی جناب گوان، تو هرگز کسانی رو که حقشون نیست نمیکشی، درسته؟ کامی چی داری میگی؟ یا کار کن. علی جناب، کاو کاو شما رو به کارهای سخت وادار کرده؟ بشین. نگاه کن، حتی جنرال ها اومدن کار میکنن. چیه؟ تو فکر میکنی معمول نیست که مقامات و فرمان روا از این کارا بکنن، درست میگن؟ ولی شرایط نامعمول کار نامعمول میطلبه. خودتو زیاد ناراحت نکن علی جناب. تو حالا به فکر ترک اینجا افتادید؟ در دهه های گذشته میدونیم با چگونه زندگی میکردیم؟ دائم از این قصد به اون قصد میرفتیم، از این لونه سگ به اون لونه سگ. گندم فاسد میخوردیم، ما آب آلوده سر میکشیدیم. اطرافیان من پسمونده غذای دوستاشونو میخوردن، حتی چیزای کثیف و کپک زده میخوردن. دنیا خیلی بزرگه، ولی مکانی نیست که یه فرمانروا در اون مستقر بشه. این چه جور دنیاییه؟ میدونی وقتی اولین بار کاو کاو رو دیدم چی آورد؟ چند تا کروشه سفید و گفته گلگلی و یه جای گرمان هم برای خواب. آیا میشه قلم ریحانا این گونه با چند تا کروچه و کوفته معامله کرد؟ کامنگ هرگز نگفته میخواد فرمان روا بشه. باور نداره که یه فرمان روا بتونه دنیا رو عوض کنه. شما از خاندان بزرگی هستید، چگونه میتونید دنیا رو تغییر بدین در حالی که به تقدیر باور ندارید؟ توانایی داشتن میتونه دنیا رو تغییر بده. اکنون قلم روی من به کاوکاو تعلق داره، چون کاوکاو قوی تره. ولی من بر این باورم که یه روز از اون قوی تر میشم. اون موقع کاوکاو با دستای خودش قلم رو تقدیم من میکنه. اگه نظم آسمانی حقیقت داشته باشه، اون وقت دیر یا زود قلم رو مال من میشه. علی جناب گوان. ای هاوسو کوچولو، آره پدرت چطوره؟ خوبه؟ خیلی بهتره. دکتر گفته باید به دارو خوردن ادامه بده. علی جناب گوان، برنج پخته؟ من میرم ببینم. قربان، همه چیز مرتبه، ما امروز زود اومدیم. عجله‌ای نیست برادر. کوچولو. ما بعدن برمیگردیم. ایشون کاومنگ هستن. علی جناب کاو. و تو کوچولو؟ ما بعدن برمیگردیم. اونا کیان؟ اونا 1 ماه پیش اومدن به این شهر. نه کار میتونم پیدا کنم، نه قضا. اونا تو قلمروی شما هستن، ممکنه فکری با حالشون بکنیم؟ خیلی خوب، نگران نباش، خودم درستش میکنم. برادر گوان، اون یه شیطانه. دیگه این حرفو نزن هاوسو. علی جناب کاو مرد بزرگواری هم. اینو بگیر، برو برای پدرت دارو بخر. بجو.
علی جناب کاو؟ یون چانگ برادر خدا نگهدار. خدا نگهدار. بانوان من وسایل کثیف رو برگردوندم. خواهران من درود بر شما. کیلان تو چرا به برادر گوان احترام نمیذاری؟ با وجود کسایی چون اون نیازی به ادب نیست. کیلان این برنامه کاوکاوه. لیوبه بزرگ همیشه به این برادر اعتماد داره چون میدونه آدم درستیه. تو به زودی به خانوادت برمیگردی. چرا فکر میکنی نمیخوام حقیقتو بگم به برادر لیوبه اعتماد نداری؟ نمیتونید فکر کسی رو بخونید. همه میدونن اگه جنرال گوان بخواد اینجا رو ترک کنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. میخوام شما با برادر لیو ملاقات کنید، به ویژه هنگامی که کاوکاو در زوچانگ درگیر جنگ با یوان شاوه. این به برادر لیو کمک میکنه. خواهرمون درست میگه، نیازی نیست برادر نگران ما باشه. چرا کاری که این میگه نکنیم؟ گوان ازت خواهش میکنم برو برادر لیو رو پیدا کن. کیلا برادر خودش میدونه چی کار کنه. شما هر دو از یه شهرین، تو بهتر از هر کسی اونو میشناسی. لطفا منو ببخشید که نمیتونم اطاعت کنم. لطفا منو عفو کنید. پس واسه چی اومدی اینجا؟ امروز خسته نیستی؟ نه نه خسته به نظر نمیای. حالا بیاید کمی استراحت کنیم. باشه. همه اینا رو امروز رنگ کردیم. قشنگه نه؟ خودت نگاه کن با دقت بیشتری ببین. بذار کمکت کنم. مادر دخترم برگشتی؟ خسته شدی ای دخترم؟ اومدم دخترم. میگن یارو گاریچیه این کارو کرده، تو نمیدونی؟ شنیدم صبح زود فرار کرده. بله خواب اینجا جمع بشید. جمع بشید دیگه میتونیم در آرامش نگاه کنی خواهرم اون یارو گاریچی نیست. چرن نگو، اون جنرال گرانیوم چانگه. این الان وجود جنرال در اینجا مردم ها میتونن در آرامش زندگی کنن. پسرم هیو این خواهرت کیلانه. دیگه جناب بزرگ شده دختر سلامت و بچه. میگی خواهر الیابی گرانیو رو میشناسه ها؟ اونا همشهری هم درسته؟ درسته.
از لیوبی خبری نشد؟ لیوبی داره با یوانشاو میجنگه. تو جنگی با ما گوانیو جرالیان لیانگو کشت. یوانشاو ناراحت شده و میخواد لیوبی رو بکشه. پس اون مرده. تا الان که خبری نیست. زور بزن پسر. بلنشو پسر. بلنشو. پدر دوباره بازی کنیم. چند بار بهت گفتم جنرال تو اهل هدونگی درسته؟ بله. بلدی غذای هدونگی بپزی؟ نه. بلدی جنرال؟ آره حتما بلده جنرال. بلدی غذای هدونگی با طعم خوبی که داره شربت منو میطلبه. ارباب خودش درست کرده. یه شربت خنک و گواره، جیگر آدمو حال میاره. خوشمزه است. چرا به جای این کار نیروها رو برای جنگ آماده نمیکنی؟ دشمن میترسه ما حمله کنیم. تدارکات کافی برای جنگ نداریم. من دستور دادم از تدارکات استفاده بیجا نشه. سوی ما اینجا سوز و زاجو شاو شا تاو دا. نا هه جو دارن یو میو زوی؟ یو زوی. یعنی شان چیه جو شنگ شنگ داشت تاو دارن. انگار از نوشیدن شربت من میترسی. چرا باید بترسم؟ نمیترسم. خوبه جنرال گوان، ما دو تا اینجا هستیم و لذت ببریم. آیا کمی خلاف معمول نیست؟ من اطاعت نکنم خلاف معموله. خوب گفتید جنرال. در این دوران غذای خوب کم پیدا میشه، بنابراین خوبه که از غذای شهر تو بخوریم. بیا امتحان کن بخور. دلت برای خونه تنگ شده؟ من خونه ای ندارم. من اجازه دادم همه اعضای خانواده لیو برن خونه. به ژانگ لیاو دستور دادم با 50 مرد اونا رو همراهی کنه. و جینگ نی جونز زی فون. گوان جیانگ جون شو و شی جونز. ساو مونگ ده و شو زی یو کوی. و شو نی یو جونز زی فون. کو و بینگ میو شو نی شی جونز. من به هیچ وجه دلم نمیخواد خانواده ها چشم به راه کس و کارشون باشن، برای همینم همشون رو روانه کردم برم. به رفتار درست کارانتون احترام میذارم. این کارتون واقعا درست بوده. جنرال گوان میگه من درست کارم. جرات نمیکنم گفته شما رو بپذیرم به هیچ وجه. گفتم درست کارانه رفتار کردین، نگفتم درست کاری. شما بهتره مسئله با هم قاطی نکنید. یک کار خوب انجام دادید، منم تاییدش میکنم. بذار ببینم، من هیچ کس نیستم. بیا جنرال گوان، نوشه جان کن. چرا انقدر خودتو میری پایین؟ خب برای این که من واقعا کسی نیستم. جنرال این حرفو نزنید. اگه سبب آرامش بشه، همیشه دوست دارم خودمو پایین بیارم. تو خانواده لیو رو آزاد کردی، من به تو مدیونم. من میدونم چطوری جبران کنم، ولی در پایان لیوبی هنوز برادر قسم خورده منه. به محض اینکه ازش خبری به دست بیارم خبرت میکنم، ولی اگه فکر میکنی یه باب رو آزاد میکنی، پس بهتر منو بکشی. چرا تنها به لیوبی وفاداری؟ چرا نمیخوای با ما کنار بیایی جنرال عزیز؟ چرا؟ اگه من فقط هر طرف که باد میاد به اون طرف برم، موندن من اینجا در نهایت باعث درد سر میشه. خوب گفتی. هایی جیو ویو دو کان دوی جو دانگو رنشنگ جی هو هو نشو و شده. راستی میدونی که تو اولین نفری نیستی که قانون منو میشکنی. دیگه کیه؟ نوه فرمان روا کیو؟ گفتی نوه کی؟ چوخی کردم. کسی نمیتونه مدعمق من بشه جنرال. راستی گفتی خونه نداری ها؟ من یه خونه بهت حجه میدم، دوست داری بمونی؟ منظورت اینجا؟ درسته.
你说你没有家，我送一个家给你，你愿不愿意留下？你说这里啊？就是这里。谢了，谢تو قلبت هیچ وقت کیلن رو فراموش نکردی، درسته؟ مدت زیادی قلب من توهی بوده. چرا نمیذاری یه خواب خوب ببینم؟ وقتی قلبت توهیه، چطوری میتونی رویای خوب ببینی؟ قربان، معجون رو ریختم تو غذا تا 4 ساعت اثرش باقی میمونه. خیالتون از هر جهت راحت باشه. تا پیش از طول آفتاب هیچ کس حق نداره به اونجا نزدیک بشه.嫂子，请你自重。这只是一场梦，何必这么认真呢？就算是梦，也不得无礼。难道你在梦中也不敢爱了？当年你为了我杀人也不怕。关某杀人是为了救人。你不说出来，怎么知道我的心在想什么？你不说出来，怎么知道我的心？我要你告诉我，在想什么？怎么知道我的心在想什么？我要你告诉我，在想什么？说出来，我要你告诉我，在想什么？荒唐！我只知道你是我嫂子。下来！Torture at me coming。جنرال لیو منو فرستاده، ولی جناب لیو در اردوگاه، یوان شو در رویانگه. جنرال گوان، من نباید زنده بمونم. جنرال گوان، جنرال گوان، جنرال گوان. میخوام کاوکا رو ببینم. جنرال کاو شهر رو ترک کرده، نمیدونم کی برمیگرده. به جنرال کاو بگو گوان یو گفت خدا نگهدار. بره، بذارید بره. قربان، چندان خردمندانه نیست. پیشتر وعده هایی بهش دادم،
حالا که آماده جنگی؟ دقیقاً به همین دلیل باید مذاکره کنیم تا ببینیم با وضعیت یوانشاو چگونه برخورد کنیم. الان لیووی در اردوگاه یوانشاوه، اگه بذاریم گوانگیونگ چنگ بره مثل اینی که بذاریم یه ببر بال بره. مشاور درست میگه، گوانگیونگ میدونه مسمومش کردیم، حتما از دست ما خیلی ناراحته. گفتم که اگه میخواد بره بسیار خوب، بگذارید بره. خوب شنیدین چی گفتم؟ تو گفتی یکی از جنرالای یوانشاو میخواد پناهنده بشه، درسته؟ جنرال جنگ جیانگه باهوش و شجاعه، ولی چون بهش اهمیت نمیدن به ما پناهنده شده. بهت اهمیت ندن میری پناهنده میشی؟ نمیدونم یارو چه فکری میکنه. خوب گوش کن چی میگم. تو توصیهش کردی، خودت هم مسئولیتشو بپذیر. سپاسگزارم قربان. یوانشاو به زودی حمله میکنه. سان کوان از چیانگ دونگ از این مسئله بهره برداری میکنه. خب چه کار باید بکنیم؟ با 5000 نفر به چیانگ دونگ حمله بر میشیم. 39 نفر بفرستیم جنرال گوان چانگ رو نابود کنن. باز همونطور که گفتین عمل میکنیم. بانو کیلان سلام، میتونیم بریم؟ از هدایاتون سپاسگزاریم برادر گوان. خیلی ممنون. زنده باشین. بلند شین همتون بلند شین. ممنون. بلند شین. اینجا هرچی دارین از جنرال کاو دارین. از عالی جناب کاو تشکر کنید. عالی جناب گوبان، ما اونجا بودیم، جنرال کاو اجازه اقامت ما رو لغو کرد. فکر میکنم برادر گوان اینو تو سفر همراه خودت داشته باش. نگهش دار، از پدرت مراقبت کن، برف مادرت هم گوش کن، خب؟ و بچه خوبی باش. همتون مراقب خودتون باشید. برادر گوان، مراقب خودتون باشید. حرکت میکنیم، خدا حفظت کنم.
تلفن بخور. برو برو. نگاه کن هنوز تازه. نه نه نه. بگیر. ممنون. شما میایید بعد. چه داری؟ چه؟ وایسا. از داری بیا پایین. مدارک سفر. من گوانیو هستم. از کجا بدونم راست میگی؟ چون فقط خودت میگی؟ گوان خانم باید پیاده بشن. اونم باید پیاده بشه؟ بله، این قانون اینجاست. ببخشید مزاحم میشم بانو کیلان، لطفاً پیاده شید. طبق فرمان عالی جناب کنچیو وی گوانجو رو بازداشت کنید. من وعده داد. اون گفت اگه گوانیو میخواد بره بذارید بره. پس باید بذارید من برم. اون مسئله تو جنرال کاوه. من از دستور بالاتر اطاعت میکنم. کاو یا کس دیگه؟ نکنه کاو خواستن من ببینم. فرمان کشتن از فرمان رواست. موسیقی
به نظر میاد اوضاع آروم شده. فردا میریم به سمت شمال. دیگه از شر من راحت میشی. گوان، اتفاقی که امروز افتاد هیچ کس نمیخواست بیفته. بکشم. وقتی دیدی تسلیم داره تو رو بکشه، تو مجبور شدی. میدونم شما ارزش‌های اخلاقی داری و هنرهای رزمی رو با این هدف آموختی تا فرمانهای نادرست و درست و با شیطان مبارزه کنی. من فقط یه رزمی کار ساده هم. استحقاق اون چرا گفتی ندارم. بعدم کردم این چاقو رو نگه دار. اگر خطری پیش اومد از خودت دفاع کن. ولی شما چندین بار جون منو نجات دادی و بیش از چندین بار کشتم. بریم که زودتر برسیم. Thank you.
هانفو منو یادت میاد؟ برادر گوان حالت چطوره؟ ایشون خواهر لیوبیه. آلی جناب گوان اوضاع چطوره؟ با وضع تو قابل مقایسه نیست. فکر میکنم تمام زیردستان اینجا دوستا و برادراتن. همه اینا به خاطر دونجوه. بعد از اینکه اون آتیش رو به پا کرد وضع ما اینطوری شد. وضعیت چطوره؟ چنگی به دل میزنه؟ فرقی نمیکنه چقدر تلاش کنی، مثل پیشترا نمیشه. شرم‌آوره. همه میدونن سلاح‌های ساخت خانواده شما بهترینن و حرف اولو میزنن. شاید خوب بودن که باعث شدن خانواده من اینطوری بشه. اگه کمک برادر گوهان نبود، کم کم یه دستم از دست داده بودم. تو جنگ هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. راستش من میخوام برگردم پیش برادر لیو بی. چرا تو و برادرای دیگه نمیان با برادر لیو همکاری کنی؟ خب من خیلی دوست دارم که بیام. 10 سال با اون دو جنرال بودم. زمان دیگه تمایل به جنگ و خونریزی هم ندارم. پس مجبورت نمیکنم. امروز اومدم یه لطفی در حقم بکنی. امیدوارم بتونی یه قایق برای ما تهیه کنی تا بانو کیلانو برگردنم. برادر گوهان، آخه چرا باید به جنگ ادامه بدیم؟ تا امروز تعداد کافی نمودن؟ اون روزا که می جنگیدیم به دنبال صلح و آرامش بودیم. از اون زمان تا امروز جنرال کاو حکم رونده و همه چیز خوب بوده. میتونیم بگیم آرامش داریم، آرامشی که کاو برقرار کرده. من یه آدم معمولی هستم. جنرال کاو میخواد صادقانه زندگی کنم. اجازه میدی من برم؟ برادر گوهان، من هم وزن تو نیستم، ولی دستور دستوره. برادر گوهان، چرا جا خالی ندادی؟ میدونی که اون مسمومه. چون ما برادریم. دشمن من نیستی برادر کوچولو. بنابراین اجازه دادم یه حرکت بکنی و این حرکت به پیوند ما پایان داد. چرا نمی جنگی؟ چون ما برادریم. چطور میتونم تو رو با دستای خودم بکشم؟ مینتان برادرها بکشیدش، 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 بکشیدش. Come on.
باران. گوان، گوان، گوان. بانو کیلا، بانو کیلا، دیگه تموم شد. من این شمشه میکشم، انتقام برادرم ازت میگیرم. منو میکشی بکش، ولی بذار بانو کیلا بره.
جنرال بیدار شدی؟ من شما رو به اینجا آوردم. اسم من پوچینگه. ممنون که نجاتم دادی. لطفا بشین. من فقط دارو بهت دادم. در چند روز گذشته بانو کیلان ازت مراقبت کرد. شب و روز برات دعا کرد. دعاهایی که تو رو شفا داد. و اون مدیونی. مسمومیت شما جنرال با استخونت رسیده. متاسفم که من نمیتونم درمان کنم. من فقط تونستم زخم رو درمان کنم. در آینده که هوا سرد و بارونی بشه درد شدیدی خواهی داشت. اما اینقدر که زنده هم ازت سپاس گذارم. زنده ای باید خوب زندگی کنی، نباید با درد و رنج زندگی رو ادامه بدی. من از راحتی خوشم نمیاد، خودم دنبال درد و رنج هستم. اینطور نیست. گاهی درد و رنج دنبال ما میاد، ولی اشکال نداره. جنرال گوان اینجا نیست. از من خواسته که شما رو برسونم به جنرال لیو. خیلی هم اصرار داشت. خود گوان کجا رفت؟ نگفت کجا میره، فقط گفت به سمت شمال بریم. فکر کنم اونم میخواد بره شمال، ولی میخواد دشمن منحرف کنه تا شما بتونی سالم برسی. اون برای سلامتی شما به ما خیلی سفارش کرد. تو گوانیو هستی؟ تو هم بیانزی هستی، همونی که 5000 بیگناه رو در پنچاو کشت. 5000 شورشی رو، و از مرگشون پشیمون نیستم. شنیدم خودت هم یه روزی شورشی بودی، درسته؟ وقتی چیزی برای خوردن نداشته باشی شورش میکنی، گرچه تو چیزی برای خوردن نداری. میبینی من چی دارم میخورم؟ باید اشتباهاتت رو اصلاح کنی. اصلا تو نیستم. دوست ندارم با خوردن
مال دیگران زنده بمونم. اشتباه جام مثل منی با کشیدش هزار نیروی یوانشاو وارد گوانده شد. صدها کشتی تو رودخونه است. فریاد و سر و صدا می کنن. انگار شیر به خرگوش حمله کرده. یوانشاو یه وحشیه. اون بخونه با شیر مقایسه می کنی. به پنج گروه تقسیم می شیم و یهو بهش حمله می کنیم. مطمئن باشی نمی تونن در برابرمون مقاومت کنن. نیروهای لیوبی کجان؟ رویانگ. فقط هزار نفر. اگه لیوبی در رویانگه پس چرا گوانیو داره میره شمال؟ سردر نمیارم یعنی چی؟ باید کاسه زیر نیم کاسه باشه. ویانزی و افرادش به ضرب شمشیر گوان کشته شدن. شما میتونید به من بگید چرا؟ لطفاً بگید چرا؟ چهار جنرال طبق دستور برای کشتن گوانیو خائن اقدام کردن. دستور؟ طبق دستور کی؟ من دستور دادم ولی دستورم این بود که بذارین اون از اینجا بره. شما نمیفهمید یا میخواید سرپیچی کنید؟ سربارم من دستور دادم. من دستور دادم. من دستور دادم. من دستور دادم. ما دستور دادیم. ما دستور دادیم. ما دستور دادیم سربارم. چرا همه تعظیم میکنن؟ شاید همه میخوان به من خیانت بکنن. بله عالی جناب، گوانیون جنگ بسیار قدرتمنده. ما نمیتونیم یه ببر رو توی جنگل رها کنیم. اونشا تو هم میخوای به من خیانت بکنی؟ عالی جناب، در جنگ باید جنگید. اگر فکر میکنید من خیانت کردم منو بکشید. بله باید تو رو بکشم. سربارم، سزای اشتباه این جنرال مرگ نیست. بهتر نظری کسی که باید خیانت کرد به دیگرانم بکنه. چیزی که خودتون گفتین. من چی گفتم؟ بهتر نظری کسی که بهت خیانت کرد به دیگرانم خیانت بکنه. درسته، من گفتم. بلنشید. آخ با شماست. من اشتباه کردم. گوانیو گفت اینجا عشق وجود نداره. درست میگفت، خیلی هم درست میگفت. دستتو بده به من. من که نمیتونم افراد خودم رو کنترل کنم، چطور یه ملت رو میتونم کنترل کنم؟ نمیتونی کنترل کنی چون عشق وجود داره.
ببخشید دادگاه کجاست؟ دادگاه تعطیله. شنیدم مسئول اینجا یه آدم طمعکاره، کارهای خلاف میکنه، همه شهروندان این شهر رو بیرون کرده. تو اشتباه میکنی، مشکلات اینجا زیاده، واسه همین مردم اینجا رو ترک کردن. من میخوام با اون مقام مسئول صحبت کنم، نه با تو. فرق نمیکنه. تو کی هستی؟ من وانگ معاونش بودم، ولی ماه گذشته کشتمش. آره که ایشون کشته شدن، من وانگ جی مقام رسمی زینگیانگم. پس تو شهروند رو از شهر روندی؟ تو هم تو مسیرت به اینجا مردان و جنرال ها رو کشی، آشوب و شورش برا انداختی و برای مردم دردسر درست کردی. حالا من وانگ جی میخوام جلو تو بگیرم، چون دیگه اجازه نمیدم کسی دوچار رنج و زحمت بشه. تو چه مقام خوبی هستی، فراموش کن. شمشیر زدنت بد نیست. مهارتم در شمشیر زنی ناچیزه، ولی کار تو یه سره میکنم. شمشیر زدنت خوبه، ولی ارادت قوی نیست. حالا میبینیم. فراموش کن، تو خسته ای. نه خسته نیستم. مبارزه ادامه بدی، زندگی تو از دست دادی. هنوز هم میخوای بجنگی؟ حتی اگه کمی حرکت تو به تأخیر بندازم ارزشش رو داره. باور داری که من بیگانه ها رو نمیکشم؟ این روزا نمیشه گفت. کاو اجازه میده من برم، بعد دستور کشتن منو میده. آیا میشه بهش گفت انسان؟ این فرمان صادر شده. اگه من اشتباهی کردم تنگیش رو میپذیرم. وانجی، بذار من وظیفه‌مو انجام بدم. برگردم زینگیانگ. درست شنیدی؟ برگردم به زینگیانگ. نیازی نیست برگردی، چون وظیفه‌ت انجام نمیشه. یه روز یه آقا و یه خانم به سمت رویانگ می‌رفتن. من اونا رو به جاده‌ای به نام داینگ راهنمایی کردم و اونا رو به زینگیانگ دعوت کردم. اون خانم کجاست؟ کسی از مکانش خبر نداره. برو زود خودتو تسلیم کن. باید عجله کنی،
وگرنه از گرسنگی میمیرن. مطمئن باش تو هم از گرسنگی میمیری. کجاست؟ بگو کجاست؟ وگرنه بهت رب نمی کنم. نیازی نیست بهت بگم. من گوانیو هستم. دنبال یه خانم و چند تا همراه میگردم. شما اونا رو ندیدین؟ پرسیدم شما اونا رو ندیدین؟ اون جنرال بانگو پوش! اون جنرال بانگو پوش! بچه ایمانو بلکن! بچه ما بلکن! وانگجی بیگناه ها رو نمی کشه. ما بانو کیلن رو خارج از شهر پیدا کردیم. بسیار خوب، می تونیم بریم. هرچی ازشون پرسیدم محل بانو کیلن رو نگفتم. فقط وقتی جنرال کاو اومد گفتم این مردم باید بمیرن. این دستور کاو کاو بوده. ایشون گفتن این مردم باید بمیرن. جنرال گوان، ما میتونیم بذاریم زنده بمونن، اما اگه خبرش منتشر بشه فرمانروا بدنام میشه. بدنام برای هزاران سال. با اونا صدمه بزنیم میکشمتون. به نظر میاد نمیتونی قهرمان بشی، بنابراین تسلیم شو. هر
کس به این بیگناه ها صدمه بزنه میکشمش. بسیار خوب، جنرال گوان نمیخواد بکشه، پس بذارید بره. همه گوش کنید، اگه اتفاقی که امروز افتاد به گوش دیگران برسه، فقط یک کلمه میگم، من میکشم. آزاد باشید. برادر ریان چنگ، قهرمان بمون، مرد بد، قهرمان بمون. خداحافظ. لو یانگ جهنم بود ولی زنده موندم. کار تو بزرگتر از اون بود که براش ارزش تعیین کنی. متاسفانه بیرون لو یانگ هنوز جهنمه. ولی جهنمی که تو ازش حرف میزنی فقط یه راهه، نگاه کردن به مثل از جنرال کاو. بهش یا جهنم همه به خود آدم بستگی داره. امیدوارم بتونم یه بهش درست کنم، ولی شاید در زمان خودم ممکن نباشه. راستش اگه به هر چیز خیلی زیاد فکر کنی، مثل اینی که برای خودت جهنم درست کردی. میخوای ساده و راحت فکر کنم، ولی این کار خیلی سخته. فعلا باید به چیزهای مهمتر فکر کنی دوست عزیز من. لطفا خوب فکر کن و بعد تصمیم بگیر. پس دوباره دربارش فکر میکنم. اصفا غذا خوردن. سپاسگزارم قربان، باید خداحافظی کنم. خدا نگهدار. منم از راهنماییات خیلی ممنونم. بشین. از نظر شما من آدم بدی هستم؟ خوب یا بد بودن از فکر آدم سرچشمه میگیره. وقتی میخواستی من را نگهداری، فقط میخواستی برات آدم بکشم. چقدر باید برات بکشم؟ بگو ببینم گوان عزیز، آیا قهرمانی هست که در گیر و دار جنگ آدم نکشته باشه؟ چقدر باید بکشم؟ یوان شاو 20,000 نیرو داره، 2,000 تا شد بکش اون وقت شکست میخوره. بعد از اینکه یوان شاو شکست خورد چی؟ نظمو چطوری برقرار میکنی؟ رانداتا رو در جیانگ میذارم، نیروهای تاجین از دریا مراقبت میکنن. بعدش چی؟ بعدش متحد کردن تمام کشور چند سالی طول میکشه، بعد صلح و آرامش برقرار میشه. تو مطمئنی؟ نمیتونم باشم، ارزش‌های انسانی کافی نیست، قانون لازمه. انسان برای انسان، اگه اخلاق انسانی نباشه قانون به چه دردی میخوره؟ تنفر توی دنیا رو به افزایشه، کجاش اصول اخلاقی جا داره؟ اون وقت کشتن 2,000 نفر از یوان شاو تنفر رو بیشتر افزایش نمیده؟ بهای کوچیکی هست که باید بپردازیم. اگه بتونم یوان شاو رو بکشم چی؟ اونطوری عالی میشه، چون به این ترتیب میتونی 2,000 نفر رو نجات بدی. بگو شاو کجاست؟ پس کمک میکنی؟ قول نمیدم. میخوام بعد از اینکه یوان شاو کشته شد یه زندگی معمولی داشته باشم. باورم نمیشه، یه قهرمان هرگز نمیتونه معمولی زندگی بکنه. بعد از کشته شدن اون لیو بی تو رو نمیبخشه. برگرد و زود بیا پیش خود من، این بهترین کاره. برادر لیو میتونه حقایقو ببینه، آدم منصفیه، اگه ضروری باشه اونم میپذیره. حالا که داریم حرف میزنیم من نمیتونم اینجا بمونم، ترجیح میدم برم خونه دام پروری و کشاورزی کنم. قبوله؟ باشه، قول میدم. قربان،
گوانیو واقعی میمونه؟ میدونی چرا اسب خوب علف دوباره سبز شده رو نمیخوره؟ چون علفش تازه نیست. درسته. دوران لیوبی به سر رسیده و من کاو کاو هنوز در حال ترقی هستم. بانو کیلان، پیش رومون رودخانه زرده. من دیگه باید برگردم. گوان، گوان. بانو کیلان. گوان. خداحافظی سخته ولی باید از هم جدا بشیم. وقتی تو توهم میدیدی من نمیدیدم. میدونم تو چه احساسی داری. وقتی به رویای برسم از برادرم لیو میخوام که اجازه بده باهات ازدواج کنم. مزخرف نگو، تو خواهر لیو هستی. من نمیتونم این کارو بکنم. امروز من کیلن با خواست خودم میخوام با گوانیو ازدواج کنم. تو در این سفر جونتو به خاطر من به خطر انداختی. اینو به روشنی دیدم. اون موقعی که به خاطر من میکشتی چرا به من نمیگفتی؟ چرا نگفتی به خاطر اینه که هیچ وقت به من علاقه ای نداشتی؟ اگه نسبت به من احساسی داری، برادرم لیو حتما با ازدواج ما موافقت میکنه. با من برگرد. اگه نخوام برگردم چی؟ بازم همین احساسو نسبت به من داری؟ خدا نگهدار. تو نمیتونی برای کاو کاو کار کنی. برای اینکه اعتماد کاوکا رو جلب کنی میخوای به برادرم لیو خیانت کنی. هرگز این فکر رو نکردم. فقط وقتی برادرم لیو فرمان روا باشه کشور میتونه متحد بشه، ولی اگه کاوکا حاکم بشه آشوب بیشتر میشه. من فقط خیر و صلاح مردم رو میخوام. بزرگت لیو بگو گوانیو مرده. تو این ماجرا هیچ تقصیری نداری. نگران نباش بانو کیلان، گوانیو هرگز به برادر لیو خیانت نمی کنه. مواظب خودت باش. قربان، برم وضعیت رو بررسی کنم. نه نمیخواد. قهرمان ها نمیتونن از زیبایی بگذرن. از فرمانده مراقبت کنید.
تو دستور داده. کی؟ سرشو بزن. اونا کجان؟ اجازه برگشتن به گوانگیم چنگ دادن یعنی ایجاد آشوب و نارمی. به نظر جرأت نمی کنم اونو بکشم؟ وگرنه از امروز به بعد آشوب و اقتشاش به پا میشه. حتما مطمئن باش که میکشمش. آلی جناب باید بری. نمیتونی بری. گوهنگی رو بکشید. دستور فرمان رواست. دستور فرمان روا؟ دستور فرمان روا؟ دوست نداری دیگه زندگی کنی؟ زندگی من خیلی وقت پیش از بین رفته. تو هم همینطور. برادر گوهن منو مجبور نکن. گم شو. هر کی سر راموشو میکشم. هر کی دست به گوهن چون یانگ بزنه میکشمش. برادر یونچانگ بچنگ دیگه. ارزش تسلیم نداره. نمیتونی با فرمان روا مخالفت کنی؟ من میکنم. میکشم. دست نگه دار. من آسمانیم. نمیتونی مرا بکشم. تو من برم آسمان عدالت برقرار میکنم. گوهن چون یانگ فرمان روا نباید کشته بشه. وگرنه دلیل مبارزه ای من از بین میره. اون وقت حتی بیشتر میمیرن. تو اینو نمیفهمی؟ به خاطر یه زن، زنی که تو رو دوست نداشت، به دنیا پشت میکنی؟ تو هیچ وقت به اون نمیرسی. یوبی با ازدواج با شما مخالفت میکنه.
برای تو هیچی نداره، حتی اگه زنده باشه. قول میدم وقتی در کشور آرامش برقرار شه، من خودم این شورشی رو بکشمش. من کاکاو به اون چه که میگم عمل میکنم. سرزمین نمیتونی آرامش برقرار کنی. منظورتون سونکوان قربان؟ سونکوان فقط یکیشونه. لیو بیو کونگ مینگ هم هستن. میخوام دنیا بدونه اونا بودن که گوان یو رو کشتن. به نظر میاد جنگ گریز ناپذیره. البته با نبودن گوانیو معلوم نیست چی پیروز میشه و چی شکست میخوره. حتی وقتی کسی مرده آری جناب کاوکاو بازم میتونه ازش استفاده کنه. هرگز نگفتم من یه گوسفندم.
جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.兄弟奔东西，千里走单骑。